باشین، دستکایتان درد نکنه. خوش آمدید. خوب هستین و خیر بیننده های نهایت گرامی، السلام علیکم. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه شبخند. باز قصه یک شرابی. آلن لکتل لکتل آن ده گوتل در آمد طرف ده یک چوکی خود انداخت. شاگرد آمد چی میخوری؟ گفت جیداری بیار. خون کاغذه کسانی مینو را در دستش داد، بالید بالید قین ازیش بیار. او شاگرد کسایی که چی میگه؟ شرابی نام صاحب هتل هستی خوردنی نیست. ای زنده باشین. تشکر. یک دوستم قصه کرد، گفت پانتون خلاص کردم، پانزه اقتصاد خواندم. گفت همه ختم محفل هم یک بچه را خواستم، دوستا اندی والا و یارا خواستم و نوازنده آمد و خواندن شروع شد و رقص و بازی و چک و کسی جیمی جیمی میره و کسی یک رقم و یک دو تین خود. گفتی محفل هم خلاص شد. یک چند روز گفت تفریح کردم، افتم باش کمی خستگی های درس و امتحان ها و یا برای از جانم. گفت دمی رخصتی ها مره نمیماند، از هر وزارت یک پرزم می آمد که بیا کتی ما کار کوجی، چون بچه لایق بود بسیار. خو کاکای از یام خیلی کلان آدم بود در دولتی، کاکایش هم میره یک روز زنگ زد گفت بیا بچه من میجه کتی ما کار کو، بچه کارگر هستی خیلی دوست شام داشت. این بچه دیگه دمی چرت رخصتی مخصتی را خلاص کرد و خب بالاخره رفت پیشم و کاکای خود یک جا یک مدیری را مقرر کردن. یک روز دو روز سه روز که وظیفه رفت، دیگه روز کمی دیرشی کرد. خود دمی اینا کمی نکتایی مکتایی خود جور میکن رقم گفت حالا بچه چیریت رئیس آواره شده. رفت کاکارا ما کم گرفت و حالا گفت این رقمی مدیریت تا چی وقت؟ خوب بچه ایم گفت رئیس نمیشه، خب برو خیلی مدیر عمومی باش. طرف مدیر عمومی شد. از مدیریت عمومی باز یک ماه دیگه ماشه گرفت یا نگرفت؟ باز کسی نمید نه ولم سنه های نک آمد. گفت والا رئیس آور رفتارت از بیا برو کاکارا ما کم بگی. باز رفت کاکارا ما کم گرفت. کاکا که یک ریاست نتیم آیه دیگه من میرم یکان جای دیگه. خب کاکای ریاست داد و در ریاست شیشت او کش و فش از زیاد شد. تلیفون هاست جرنگ از ایسو میوردارا از ایسو میوردارا و جواب است و پیاده است و سکرتر چی میگه قد چی میگه. خب دیگه ساعت از ای تیر سنه یک سکرتر یک دختر مقبوله که خود مقرر کرده بود یک ما با دوره منفک کردن. دوره گفت چرا منفک؟ گفتی ای چی یاد نداده کمپیوتر می آمد که نون ده کجاست؟ نون باز من ندیده بودم، باز ده بچه ایم زنگ می زدم ما بچه فلانی جور استی بخیر همین نون ده کجاست؟ ای کاکا کره ده وانا باز کره می زد نون می شده این همه تو هر روز گفت سه روز سه دفعه چهار دفعه می آمد عرفار از من باز من زنگ می زدم آخر منفکش کردم. خود سکرتر دیگه شد و بالاخره یک چند روز که رئیس شد و اینه دیگه روز که با آسونی آین آمد یک ذره پوندی دادا منی شکم هم یک کم خدا پیش کشیده و بیادر ای باز بهش کاکا گفت کاکا گفت از گفت سی کم تو بروتایم وزیر آواره نشده. کاکا گفت چی حال وزارت دلت است؟ خود طرف کده این بچه وزارت ایده وزارت دیگه کشف فش موتر زیری و تاشو و بالاشو و خارج برو و دل خود ای وزارت تو وزارت تو وزارت. یک روز دید گفت ولی وزارت بیخی خسته کن چه سی کو پیکه سی کو. گفت صدر ازم واری اگر نی ده سل صدر ازم کل می باشه این آخ پیکه خودش تو که سر این تو دیگه مس واری نشه آدم صدر ازم نمیشه. خب لادر رفتند و کاکا واسطه شد و پیش رئیس جمهور یا پادشاه رفت و بیادر اینه بچه صدر اعظم شد. ای کش و فش از دیگه حال دیگه بیخی هیچ 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 در زنجیرها ما کم نمیشه. این آدم دیگه دید که اول مدیر بودی، مدیر عمومی شدی، رئیس شدی، وزیر شدی، صدر اعظم شدی، همه تو بالا رفته میره. گفت یک وقت همه تو بالا میرم و 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 بالا میرم سینمی آسمان ها که یک دفعه تنگ در سرش چیزی میخوره که پس میرسونه زمین کمی میای دل از یه ور خطاگک میشه یعنی همین چشم را پرت میکنه چشم که پرت میکنه یک دفعه می جانش راحت میشه چشم خدا که لچ میکنه. مدیر شعبه پیش ریش استاد است خبیث میگه اگه دیگه چای یخ آورده بودی باز مکتی دیر شده که همه از قصای زنانه یک نگفتیم. یعنی کدام خانم بیچاره مریض بود ایره بردند شفاخانه و ولادت میشد و خود یک بچه
ولادت شد، پشتش یک دختر شد، پشتش باز یک بچه شد، باز یک دختر شد، باز یک بچه شد، پنج طفل که شد. ای زنکه دستی تلفون گرفت، در یک روزنامه زنگ زد، الله بیادر جان بیا که خانیم پنج طفل شده، بسیار مضمون جالب است برای مجله تان. او آدم که تا قلم گرفت خبرنگار، گفتم شیره میشه تکرار کنی؟ وی نه بچه، مفت پشت ما بس است، باز تکرار از استم نمیشه. آی بیننده های نهایت گرامی، یک وقفه کوتاه و با مهمان دوست داشتنی خود زود زود برمیگردم. وطندارای گل، باز هم شما را خوش آمدید میگیم و در انتظار نمیمانیم دو مهمان نازنین برنامه ما، مجیب جان قاسمی و میراد جان وفا، هر دو آوازخوان جوان خوش صدا، ازشان خواهش میکنیم روی استیج تشریف بیارن. آقای قاسمی خوش آمدین به برنامه شبخند. خوش باشین. ما هم به نوبت خود سلام خدمت شما، خدمت حاضرین در تالار و هم هموطنان عزیز خود، چی در داخل شهر چی خارج شهر، تقدیم عرض می‌دارم. خدا کنه که جور و صحت مند باشین. آی زنده باشین، چه خوب نام خدا، تیز زبان است، فیض کاریزی واره خدام خواندن. آقای معراج وفا، خوش آمدین به برنامه شبخند. تشکر جلال صاحب، من هم سلام تقدیم می‌کنم خدمت شما و حاضرین در تالار و کسایی که میال از طریق تلویزیون یک البته ما را تماشا میکنن. یک سلام زنده باشین، تشکر. چطور است این هوا و نوای موسیقی تان چطور است در این شب و روز وقت سیزن کار است فکر میکنم؟ الان خوب جلالی صاحب، حال هوا سر شده، بعض دوستا در خانه اکی، ما خواهوازخانه محلی استیم، در خانه اکی توی نمیکنن به خاطر می باش که مردم خنک نخورن. خوش آیا مردم؟ شاه نه، خو خو شاه مهم است. حال شاه را میتان آدم یک جاکت ما کرده. باز بخاطر از این تلال دو تلان و مخدا محفلا زیاف است، خوب از کار بار شکر الحمدلله. خو 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 فکر میکنم از وقت تویای زنانه که میرفتین آوازخانی را بلد استین. بله هست. با موسیقی سر و بله کارتان هست. بله. از پیش از پدر مانده برتان؟ بله. از خانواده کلان... هنرمند استین؟ بله، از ما بابا کلانم قاسم لوگری آوازخان محلی بود. خب دیگه بابا کلان مادریم است، به حساب از مادر مرا پدرش. خب بخاطر از ما هم شوق علاقیم بسیار بود، میخواستم که هنرمند شم که از طریق هنرم به همه دوستایم خدمت کنم و یک چیز برای خودم پیدا کنم. برای خودم پیدا کنم. میشنگش هیچ کس نمیگن، یک کلگی در می وطن خدمت میکنم، اما ماش نتی چه ولا اگه بیشیم. و شما هم از طفلی؟ بله، ما هم از سن 7 سالگی البته به موسیقی رو آوردیم. خب کم کم البته به آله طبله و رباب، کمتر البته کم کم میتونم هارمونیه و آوازخوانی بلد هستم و پدر ما هم هنرمند بوده، همه قسم پدر کلانای ما. آه بسیار خوب. از دوران که آروسی های زنانه میرفتین، حال خو نمیبریتان؟ نه حالم شکر میبریم. چرا ما این شکرش از چی بود؟ از این که کار میکنی یا در محفل زنا میری شکر کشیدی؟ نه از خاطره که خدمت میکنم جلالی صاحب. خب خب در محفل زنا که میری باز اما تو سر سرنمونی های تو راست یا نه؟ سایلان چشم چرانی هم میکنی؟ نه صاحب، آوازخان که با جرات نبود هیچ آوازخان نیست. طبعا دیگه صاحب که میریم فرمایش میتا دوستا مجبور است چشم در چشم که هیچ گپ بزنی. کتی کسی که رقص میکنه؟ کسی که فرمایش میده رقص میکنه صاحب. همه تو؟ همه تو مستقیم رو برو. والا اصل مذاره یا کنه. خب کدام خاطره جالب یادتا نیست که در کدام محفل شما را دوز گرفته باشه که لاکت ما وی لاکت ما تو هاست که پوش هرمونیتا من دیدم اینم اینجا ماندی نیشه اتفاق افتاده باشه او را کدام یه ورزنش گرفته باشه سر شما تومت کرده باشه. نه صاحب، من یه خاطره جالب دارم، بسیار کوچک بودم، در
در محفل زنانه اشتراک کردیم. رفتم شب بود. هفته به شب نمازای خفتن هم خواندیم خدا قبول کنه. منتظر هستیم که نان بیاره نان بخوریم بریم بخیر سر ساز شروع کنیم. که یک زن آمد بسیار هم تو قار بود. سیاه بود سفید؟ نه گندمی بود سفید. نه سفید. آمد گفت گفتم شما رو برای چی آوردیم؟ گفتم ما خو نان نخوریم. گفت نانتون خود در خانه میخوردین؟ ما خو بدون نان کیتان گپ زدیم. بعد از اون مفتون سعید خاله جان باز پیسه که ما رو ندادن گفت ساز نمیدانه بسیار خورده نیم با شوخی کردن امرای ما سی اصرا کرای ملتر رو نمیتا باز پیسه ساز نم از اشان میکنم بیرقم نیرقم پیسه زنا رو که گرفتین همیشه تو تودادگی در قاط دستشان آمه تو کلولگگ بودم تو تویش دادم زیاف هم نیست پانزه شانزه رو برای میپردن بگیر باز در طفلی ها که میرفتین در زنانه پیسه که بیانه میشدین او زیاد بود یا سرهرمونیه که منداختن؟ حالا صاحب سرهرمونیه که بخششی میدادن او زیاد بود خب ما طبعا که در ساز زنانه که میرفتیم صاحب دونی مزار 3000 به حساب رید بود از این بچه خود دیگه وقت ساز هم نمیکدین در هر چی تان تقم دم و تقم دم و تقم دم و تقم دم اگر میگم جیمی جیمی را بگی بازی تبلیه تقم دم تقم 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 دم خود دو نیم 3000 با سر ساز بخششی زیاف میشد جلالی صاحب 5000 را میشد 10000 را میشد این باز بین همی دو نفر تقسیم میشد خب اگر 3-4 باشه بازم تقسیم است بازم تقسیم میشه سر او مساویانه تقسیم میشه یعنی آوازخان بالا میگیره تبلیه پایان پایشه کلگی بم یک چیز میگیره یک رقم اگه 2000 رقم قضی برسه 2000 رقم من میرسه 2000 رقم تبلیه ای میرسه او پیسه را ملال گفته میگیرین ملال ها شکر دیگه علال میگیرین زاحت یه تو زود شکر میگه که تو بگه جا به پیسه را بگی آه شکر میگه در چی شکر باشه برکت میفته جلالی خب باز در بین موسیقی اگان وقت که آواز بخوانی فکایی هم میگی اگان چشنی بله ها صاحب بدون فکایی خود زندگی آدم تیر نمیشه صاحب خب تو بگی خیلی یک دسلاف بتیم آبادر جا میگه یک دو تا لافوکا بودن صاحب در بین خود تا قسم میکردن یکیش گفت علمی سات پدرم در چاف دیده بود گفت 5 سال بعد کشیدی میشن اوزامی میگشت و دیگه گفت گفته گم باش که سات خو سعید گفت از ما بیبین در چاف دیده بود 5 سال بعد کشیدی میشن گفت زنده برامد گفت بیبی تا قدیر چی میکرد گفت سات آقای تو را کوک کنم میرد یک فکایی از آقای وفا میشنویم جلال استاد میگه کدام نفر بوده البته کدام دیاتی بوده این بار اولش بوده که در تیاره سفر کرده از مباتر ترسوم بوده بار اولش بوده که در سید تیاره شده البته دل از ایر آرام نگرفته رفته پیش پیلوت گفته بیادر همی تیاره تو جور است یا نه گفته ها بیادر ما همیشه روزانه روز دو پرواز میکنیم خب یک تو تنها نیستی برو بیشی ایره هفته ششته دمیچه هکیش باز دل از ایر آرام نگرفته باز رفته گفته بیادر این تیاره تو جور است یا نه گفته ها بیادر تو چرا قدر زنی میکنی تو برو بیشی باز کمی اعلان کرده کمی کمربنده تانه بسته کنی باز یه همی کمربنده باز کده رفته گفته بیادر این تیاره تو جور است یا نه گفته ها بیادر تو دیوانه ما کدی گفته ها بیادر ما از روز میترسم نگوی که تا شاید تیله کنی بیننده های عزیز یک وقت فقط که کوتاه و بعدا زود برمیگردیم بیننده های عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم یک آدم لو در رقمک بودی دائم در ریاست از بچه خود تعریف میکرد نام خدایتی یک بچه دارم خود من خود لو دستم او رو میفتن راستی هم تو لو هنوز بیادر کلان من ندیدی بچه ما قوشی ها راست که توبه آخری را ما کم شدند که یک روز تو بیارم اون بچه تا که ما ببینیم بچه که آورد اونجا سرنان خوردن ششتن دیگه کدام همکار از یا بانجا نمیره نشانش داد گفت بچه می چیز گفتی گوسال است که هنوز چشمش واز نشده نوزاد است دیگه آقایش چی میگه؟ با قرآن اگه ما یادش داده باشم کل فامیدگی از خودش هست خب آهنگ
در محفل خو فرق نمیکنه از هر کس آدم میخونن نه طبق روی محفل هر کس که فرمایش میده باز از خودم دارین بله صاحب شعر جدا مثلا انتخاب کرده باشین کمپوز شده باشه جلالی صاحب تقریبا اف فرچه خواندن جدید دارم که 4-5 دانش در تلویزیون از طریق رسانه ها نشرام شده یک آهنگ ما بسیار مشهور است به نام دلکم در میگیره صاحب دلکم در میگیره؟ دلکم در میگیره صاحب یه چرا؟ خواهو جوش ها که تبا نگان تا خورده که باز دلش سوخته دل ما از طریق از ما از مام سوخت گرچی فکایی را گفته ما میگه بچه از آرگی آمد برای تحصیل پاس رفت خانه که اونجا پرت پرت سگرت میزد دید که از دانش مادرش دید که دود ما برای ناچاب سطل ها باچه ما دلشی در گریفته از تو هم البته دلتی در گریفته کو از دان تو که دود بور نمیشه نه صاحب شعر از طبعا شاعرها البته کدام چیز دیدن کدام شاعر دل سوخته بوده ظاهر جان باختری صاحب ظاهر جان باختری با کمپوز است کی با کمپوز هم از ظاهر جان باختری شعر کمپوز صاحب ام یادم پیدا بکنیم یک روز در شبخند مهمانش بسازیم بسیاری آوازخانه از اینا یاد میکنن بله خوب است قابل قدر است خب میایم روی موسیقی در شروع از کدام مهمان دوست داشتنی خود؟ اما هر کدام که دوست داری خود جور بین شما در بین خود جلیلی صاحب ما خود جور آمدیم باشد که تو سنما بد بساین میکنی که خدا خیر پیش نه خواهش میکنم اینال شما جور بین که اول کی میخونه هر کس که اول خواند اونم او خوبیش میخونه اول خیلی میگه جان بخونه او را دلتان دیگه نه خیر از بخوان مجیب جان خودت بخوان به اجازه همتان ما گفتم مال خیر از خیر از گفت تو بخوان تو بخوان یک وقت بخوانی که ساز خلاص شده برادران شما هم خوش آمدید بسیار ببخشین پشت سر ما ششتیم گرچه میگن کچالو پشت روی نداره خو خیر یا نه نه مکتب پان نرسندیم نخواستین که بخوانین نه میخواستیم و البته علاقه داشتیم به درس دیگه در سنف نو بودم مکتب البته نتونستم پیش ببرم دیگه بند شدم البته در کارهای موسیقی یک سلسله مشکلات پیش آمد اقتصادی و موسیقی و باز آروسی چطور چی وقتی؟ نه آروسی نکردیم تا هنوز خب نامزاد هستم جلالی شد نامزاد هستیم بله خب بسیار خوب یگان آدم اینجا می این این لالالا شایش می کنم آها وارسی نکدیم بگم روز ما ریز هستم بیادر برو زن کن آواز شد چی ریز هستم یک بچه اینم تو سادگه که یک روز این قاقان قوزه که گرفته در یک تارک بسته کده در میشار ریسو سو پرو پولیس دیده چی میکنی اینجا گم شو ببری ره در باقه وش خوی اینه صاحب میرم اینجا برده سو باز میبینه بازم اون قانقوزک داده سو چی میکنه تو را نگفتم با قواش ببر دیرت با قواش برده مال سینما میبره حال جا داره که از میراجان وفا یک پارچه کوتاه بشنوی آی بیننده‌های عزیز یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم های نهای گرامی باز هم شما را خوش آمدید میگیم یک موضوع دیگه توجه ما را به خود جلب کردم جایی که ما دیدیم که موسیقی می نوازندنه یکی پالوی دیگه میشینه آوازخوان در وسط در مایبننه که همه سازا کلش یک جایی چی شوه مگه مال که ما دیدم استاد هرمونیه سر جلو شیشته این برادر که رباب میزنه در چوکی پشت سر شیشته او تبلچی بیچاره را این در بالدی شاندن آفرین از او کسی جا میزنه والا چقدر جمپ و جول آمد این رقم هم باز جور میایه ای تو؟ نه صاحب حال اینجا خب برنامه است امکان ضرورت است شبخنده دیگه شبخنده صاحب بقادر از این هم گرچه فرید جان عالمی بچه آجی صاحب عالم شوقی از من استاز ما صاحب چند وقت پیش برادرشان مهمان ما بله یا سکه است برادر؟ خو 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 آجی صاحب یک خانم داشتن؟ دو خانم؟
قبلگاه صاحب شما چند خانم داشتن؟ شکر یک تا. یک تا پدر کلان؟ پدر کلان هم یک تا شکر. اما تو یک کمپانی یک یکی یک یک تا. از شما دوتایی نداشتین در بالا ها؟ نه خیر نه نه جلیس بزما هم یک تا پدر هم یک تا رسید. اگر ازای خدا بود من چهار تا میکنم بخیر. حق از او را من میکنم. خود تو یک تا را بگی که شیمه ممیت معلوم شد. کسی میگه شلا بود آقای خدا که زن کو زن کو زن کو بالاخره زن از این زن گرفت یک درست درست تیر شد دیگه و آمد بچیم چطور است آقا همین منگه شما تشه بگو یکیش آدم در منگه است تشه میرسانه تو میگه جلالی صاحب شوخی کردی هم یک تارم گرفته نمیتونم فعلا چرا کال کلش نام خدا میگه یک تارم گرفته نمیتونم فقط دخترها خود صابون چرب کرده که لش مستقر بچه ماما قصه کرد گفت در ایران در یک جای همین نگهبان هستم گفت روبروی ما یک ایرانی است چاق آدم آمد گفت پودری رقم آمد گفت که تزی سلام علیک وام نگهبان است و اندیوال شدیم و گفت یک شب گفت یک موترسیکل از پیش خانه ازی هم از منطقه ازی بردند و در جنجال پلیس مان گفت دیگر روز آمد در جان ما که تو بیخ یک کار کو کالم تاوان موترسیکل از گردن من خلاص شما افتم چجوری چی کار میخوای گفت آقا تو شب 11 بجا بیا خانه مو خانه خونه ما که آمدی یک کارد با خود بیار اینه کتی کارت سر ما حمله کو یک چند جای مرا پرت و پوست کو که اینه ما بگویم دوست آمده بود اونه مرا زد ما زورم نرسید موتر سکیل برد ما دندیوالی گفت بند ماندم کت از ای حال چی رقم کنم می خود سبا روز مرم در گیر خواداد که موتر سکیل ای برده اینه مرم زد اینه ای رقمی چطور میشه گفت خال بند ماندیم کتیش وادام کدم گفت 11 بجه شد باز تک تک زد آه چه شدی آقا بشیر بیام منتظرم مفتم خواب باشه میام خواهی گفت یک رفت و دادان خانه گفت اینه تو یک کارت ما داشتم گفت یک کارت را گرفتم در این بغلم زدم رفتم گفت ایره تک تک کدم از خانه که بر آمد گفت خدا بعد خارم گرفتیم کارت را کشتم آقا که چی کار میکنی؟ گفت تو گفتی ده یعنی نه آقای تو پوست مال ده تو گفت ما افغانیست ما یاد نداریم که زدیم یک دفعه شورش هم نه میگه چیز بایی با اصلا بدبخت میشم نخواستم آقا بفرما بفرما بان گفت دیم نه 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 آقا نخواستم میگه تو مرا در بدر میکنی جلالی صاحب یک نفر برای که قرض داده بود قرض زیره نمیداد یک شده پشت خانه ای رفت گفت سر چاکوز دیگه یک دفعه در پشت خانهش رفت تخت تخت زد تیواز نکرد دیگر روز بعد دیگر روز بیسا قار زد تخت تخت زد برامد این نفر چاکو دمی دستش گفت او بیده چرا قرض ما نمیتی بیده در حق دادن جان دادن حق مرا بته گفتم یه حق تا می بخشی قرض تا یا خدا دیم گفتم نه او بیده در حق مرا گفتم نه اگه می که خدا دیم حق تا ببخش که من ندارم گفتم برو صحیح سک نیمه شمه بخشم تا این وقت که دروازه رو پس قایم میکرد پس تق تق زد واز کرد گفت خیلی نیمه دیگه چه وقت میدی؟ گفت نیمه دیگه شما می رقم که حالا دادمت با دیگه شما می رقم میدی از کدام خاطره؟ یک فکایی میگم براتون جلالی صاحب البته میگه کدام نفر بوده دیگه ای در موتر سفر کرده رفته طرف همی کدام قریهشان یا کدام طرف همون طرف ها رفته وقتی که اونجا رفته خوب یک چند وقت بوده برای تفریح رفته پس که آمده پس که آمده اینجا دوستاش پرسان که گفته چطور بود تفریح رفتی خوش گذشت یعنی گفته والا تفریح خوش گذشت خو یک اپا من نفهمیدم وقتی که در این موتر ششتم این طرف که میامدم من این طرف میامدم درخت ها او طرف میرفت گفت سر موتروانی آمد یک دوتا دیگه نشه کردن نمید غر قصدم یکیش سر جلو ششته و خاشار بر آمد سونه اطراف قد تیز هم میره که پایای بغل سرک یک تا میبینن گفته که آقای ماصف خویم یکیش دیگه که چشم خدا گفت برگ برگ گفت چیز گفت اسکر از کتی پشتر کمربند است ای زد دروازه رام زد اسکر رام زد او نس موتر استاد شد که پا کپی همی همی که از نشست تا شد دیگه در سرک ششته خدا و قرآن اگه همی برک نمی بود اسکر رام زده بودم دروازه دال کردیش هم زده باد باد کرد جلالی صاحب یک نفر شوقی به سینما بود میخواست که برادم این سینما فلم برای فلم سعی کردن دیگه خب آمدیم چوکی شدیم پیش از چوکی از یک نفر شده خوب قد بلند سرش هم تاز کرد خب یک نفر دیگه در پالی بود گفت لالا جانم یک صدی میتونیم این نفر یک سیلی بزن
خوبی شد؟ خوب صحیح است. مرا صحیح صدی از زیره گرفت. می رفت از این چوکی تیر شدم. دست خودت تفن داخل می یک سلیر ازاد که می زدی که سعی کرد. گفت اصلا بچه می توستی؟ گفت نه بادر من اصلا نیستم. دیگه کل میگم اون خیال اصلا کده ایره. تا من اصلا نیستم. دور از آزرا بگو که باز این نفر شیش باز نشد که دم روی زیره گرفته ای فنم سعی کرد نمیتونه باز زیره گفت اگه دو ساعت میتونه دیده باز یک قفاق ده گفت خو گفت مرا دو ساعت زیره گرفت باز این دو ساعت طف کرد دیده خوب یا کشکی سزد گفت اصلا بچیم تو سیخ و خبت هم میگیری گفت ده گفت ها بیادن من نیستم اصلا خیلی بیچاره خیست از یزی چوکی اید و پشت سر رفت شیش نمی کل دور از آزرا صاحب کسید کل رفت اک صاحب دمی چیست دیم پشت سر پس همی نفر گفت 300 خیمه تو میدید یک سیلی دگام ده گفت 300 خیمه تو میدید یک سیلی دگام ده گفت خو ای از اینجا این نفر پس 300 اگر بعد این قاد چاوکی ها رفت دادم پشت سر از این باد همی دوست خود توف زد که میزد گفت خو اصلا بچیم تو اینجا شیشته ما پیشتر یک بیچاره دگر اونجا سیلی کاری کرده آی بیننده عزیز یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگیم بیننده های عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم و یک بادار بود یک نوکر داشت نوکر خود یک روز دید گفت بچه این بسیار لاغر شدی چرا؟ کولا بادار جان عاشق شدیم و سرکی عاشق شدی که ما برات خواستگاری کنیم هیچ گفت سای ما چی کار هستیم هر کسی که میگیری بگی از غم بیزنی لاغر شده بوده کدام وقت البته کدام مرچه رفته دمی سینما آه شیشتگی بوده البته که همین فیلم خوب جالب شده بوده که فیلم یه فیلم که میایه میبینه که چوکی بیکار نیست مرچه فیل اگه میبینه میگه فیل بچین بیا سر پتل لالایت بشی گم سر ایوانات آمد میگه اگه روز باشم این خر خفه نشه خر خال شده بوده در جنگل میگه تو وای باد میشد گو پلنگ دگیرون بیا میخورمش گرگتا میخورم روبایتا میخورم این شیرتا میخورم که سعی کرد که شیر استاد است گفت یکان وقتی نمه تو بد میکنم من اجازش ما یک پیام کوتاه است کمپانی روشن است میخونم بعد از او یک آهنگ دو جوره ای را شما در بین خود جور آمد بکنین که چی را میخونین کهکشان از روشن در تلفنتان محتویات جالب را دریافت نمایید برای دریافت محتویات از طریق موبایلتان web.roshan.af را از طریق بروسر موبایلتان مراجعه نموده و محتویات دلخواهتان را انتخاب نمایید و برای دریافت محتویات از طریق کامپیوترتان به kahkashan.roshan.af مراجعه نموده و محتویات دلخواهتان را انتخاب و خریداری نمایید برای معلومات بیشتر به 333 در تماس شوید روشن نزدیک شده نزدیک شدن خب داخل برنامه قرار داریم میشه یک آهنگ دوگانه اجرا بکنیم خوب است ما میشنویم برای مهمانای خود یک یک تحفه هم داریم خوشبختانه خدمت شما تکت لاتری سرمیاشت است البته قسم جدیدش است و ای هم یک یک تکت لاتری است که سفر حج بیت الله شریف اگر خدا خواسته باشه بر بندم رایه و سفر خوش برتان آرزو میکنم اگر رفتین بخیر باز در دعا ما از پیشتان نمادم بیننده های نهایت گرامی بود برنامه شبخند و ما منتظر انتقادات و پیشنهادات و یگان طنز و فکاهی جالب شما هستیم آدرس ما شبخند @tvmedia.com و با تشکر از هر دو مهمان خود و از همراهانشان همچنان تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه شما